الو الو اینجا تهران مردم، خبر بشارت آمین، خبر بشارت آمین. این خبر آغازی بود بر پایان دولت ملی دکتر محمد مصدق در عصر روز چهارشنبه 28 مرداد 1332. همه چیز از 12 ساعت قبلتر پشت این دیوار یعنی سفارت آمریکا آغاز شد، وقتی کرومیت روزولت مأمور سازمان CIA برای هزارمین بار گزارش 22 صفحه‌ای عملیات آژاکس را مرور می‌کرد. کمی بعدتر و چند خیابان پایین‌تر تلفنچی نخست وزیر هیئت وزیران را به خانه دکتر محمد مصدق در خیابان کاخ احضار می‌کرد. الان ساعت 7:30 صبح، ما الان باید کنار خونه دکتر مصدق باشیم، ولی چون بخشی از این خونه از بین رفته، بخشی هم بازدیدش با محدودیت‌های امنیتی روبرو هست، اومدیم یه جای دیگه که اون هم مرتبط با کودتای 28 مرداده. این ساختمونی که پشت سر من نگاه می‌کنید ساختمون شرکت نفت ایران و انگلیس هست که در واقع خلع ید از این شرکت باعث کودتای 28 مرداد شد. اون روز از صبح زود دکتر مصدق در خانه خودش حضور داشت، جمعی از اعضای کابینه بودند، آقای دکتر صدیقی وزیر کشور هم رفت اونجا و از دکتر مصدق کسب تکلیف کرد در مورد تشکیل شورای سلطنت. دکتر مصدق دستوراتی داد، ولی هنوز هیچ کدوم از اعضای دولت متوجه این نبودند که کودتایی در شرف وقوع هست. کودتا اما نه از پادگان‌ها و با حرکت تانک‌ها که از جنوب شهر تهران و با تظاهرات اوباش آغاز شد. اینجا مولویه، یکی از قدیمی‌ترین محله‌های تهران. حالا چرا ما اومدیم اینجا؟ به خاطر اینکه یکی از مهمترین دسته‌هایی که تو کودتای 28 مرداد موثر بودن، یعنی اوباش تهران، از همینجا که یه زمانی به میدان امینالسلطان معروف بود حرکت کردن، رفتن به طرف میدان توپخونه و اونجا کودتا رو آغاز کردن. طیب و طاهر حاج رضایی با 300 نفر سر قبرآقا، حسین و نقی اسماعیل پور با 400 نفر در میدان امینالسلطان، محمود مسگر با 200 نفر در دروازه قزوین و پری آژدان قضی و ملکه اعتزادی در محله بدنام قلعه آماده ساعت 8 بودند تا با شعار زنده باد شاه به میدان توپخانه بروند. شاید بتوان گفت که هسته اولیه کودتا از همینجا یعنی میدان قدیم بار تهران شکل گرفت، جایی که طیب حاج رضایی یکی از بار فروشانش بود، همو که 10 سال بعد راه خود را از کودتاچیان جدا کرد. اما در این نام‌ها یک نفر همچنان غایب است. شاید براتون جالب باشه بگم که خب وقتی از لات‌های تهران صحبت می‌کنیم، نماینده این لات‌ها یعنی شعبان جعفری کجا بوده در این روز؟ باید بگم که هنوز تو ساعتی که اینا داشتن گروه‌های خودشون رو به طرف میدان توپخونه می‌بردن، شعبان جعفری هنوز تو زندان شهربانی در میدان مشق بود. کودتا علیه دولت قانونی بود و مجلس قانون‌گذاری در میدان بهارستان که البته چند روز قبل‌تر از کودتا با رفراندوم دکتر مصدق منحل شده بود. با این حال کودتاچیان از اشغال میدان بهارستان صرف نظر نکردند. ما الان روی بالکن یکی از ساختمان‌های مشرف به میدان بهارستان هستیم که در دوره ملی شدن صنعت نفت، همین بالکن شاهد حضور و نطق‌های آتشین برخی از رهبران جبهه ملی بوده. در روز کودتا هم کودتاچی‌هایی که یا اوباشی که از جنوب شهر تهران حرکت کرده بودند، هم از محور خیابون سیروس و هم از غرب میدان یعنی سمت خیابون شاه آباد جمهوری فعلی وارد میدان شدند و چون اینجا در امتداد پادگان اشرت آباد قرار داره، تانک هایی هم که از سمت اشرت آباد آمده بودن به سمت میدان بهارستان از همین قسمت وارد شدن و مقابل مجلس شورای ملی موضع گرفتن. تانک ها اما به میدان توپخانه نرفتند. به نظر می رسید در تقسیم کار میان کودتاچیان، اشغال توپخانه و مراکز حساس اطراف این میدان به لات ها و غم کشان سپرده شده بود. آنها از صبح زود خود را به توپخانه رسانده بودند، جایی که سه روز قبل مردم مجسمه شاه را از فراز همین ستون به زیر کشیدند. چه کسی باور می کرد که تنها سه روز بعد پرچم کودتا بر فراز این سکو به اهتزاز درآید؟ این ساختمونی که اینجا پشت سر من می بینید
ساختمون تلگرافخونه مرکزی بود که برای کودتاچی خیلی مهم بود این ساختمون. همینجور شهرداری تهران که یه زمانی این پشت بود و خیابون سپه که در اون قسمت میدون قرار گرفته، در قسمت غرب میدون قرار گرفته و البته دو تا خیابون مهم فردوسی و لاله‌زار که خب حمید بیشتر راجع بهش حرف خواهد زد. دو تا خیابون فردوسی و لاله‌زار که به موازات هم از میدون توپخونه شروع میشن و در امتداد خودشون به خیابون جمهوری میرسن، در دهه های 1320 و 1330 از نظر سیاسی اجتماعی خیلی مهم بودن و در واقع کانون روشنفکری، مطبوعاتی و سیاسی به نوعی در شهر تهران به حساب می اومدن. روشنفکری از آن رو که لاله‌زار مرکز تئاترهای انتقادی و فردوسی محل استقرار بسیاری از دفاتر حزبی و مطبوعاتی بود. ما الان در خیابون فردوسی، کوچه هنر یا کوچه سیرک قدیم هستیم. این دری که شما میبینید در خانباغ معروف اتحادیه هست که البته یه سمتش هم به خیابون لاله‌زار وصل میشه. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، این بخش از خونه یه عمارتی بود که یکی از اعضای خانواده اتحادیه این عمارت رو به دفتر جوانان حزب توده اجاره داده بود. بنابراین در جریان کودتای 28 مرداد اینجا هم مورد حمله واقع شد و کودتاچیان این عمارت رو به آتش کشیدن که خب متاسفانه آغازی بود بر انحطاط باغ اتحادیه. ظهر که شد، تب کودتا نیز در گرمای سوزان مرداد بالا گرفت. حالا درگیری به خیابانهای بیشتری کشیده شده بود. میدان توپخانه از شیشه و کاغذ و خون پوشیده بود و پری آژدان قضی سوار بر جیپ ارتشی به سمت زندان شهربانی می رفت تا شعبان را آزاد کند. همزمان درگیری های شدیدی در میدان مخبر الدوله در جریان بود. درست همینجا. شاید به خاطر شدت درگیری ها و حساس بودن این نقطه در روز کودتا بود که بعد از کودتا اینجا رو به نام میدان قیام ملی 28 مرداد نامگذاری کردن. یکی از اتفاقات خیلی مهم کودتا به آتش کشیدن تئاتر سعدی بود که یه ذره پایین تر از این چهارراه در خیابون جمهوری قرار داره و حالا در ادامه مسیر که میریم بهتون نشون میدم. این همون محل تئاتر سعدی است که روز کودتای 28 مرداد توسط کودتاچیان به آتش کشیده شد. البته دیگه هم سرپا نشد، بعد یه ساختمون دیگری جاش ساختن که اون هم الان تخریب شده و دارن جاش مجتمع تجاری درست میکنن. عقربه های ساعت عدد 3 را نشانه رفته بود که جلسه اضطراری هیئت وزیران در خانه دکتر مصدق تشکیل شد. اندکی پیش از تشکیل جلسه، سر و صداهای غریبی که از پشت میکروفون رادیو به گوش می رسید نشان می داد که استودیو پخش رادیو در ساختمان بیسیم پهلوی به دست کودتاچیان افتاده است و سپس اعلامیه کودتا. الو اینجا تهران، مردم خبر بشارتانی، خبر بشارتانی، جان دادن خیلی زیاد سلیت شرداهدی نخورت وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند. مردم شهرستان های ایران بیدار و شاه باشید، مصدق خائن فراغ کرده است. در میان جلسه هیئت وزیران، تیمسار ریاهی رئیس ستاد ارتش با نخست وزیر تماس گرفت و از او خواست تا ترک مقاومت کند. معلوم شد که ستاد ارتش نیز اشغال شده و ریاهی اسیر دست کودتاچیان است. پیش از آن که کابینه از بهت این خبر بیرون آید، گلوله باران خانه مصدق آغاز شد. خب اینم آخر کار و باشگاه افسران و پایان کودتا دیگه. روز 28 مرداد بعد از ظهر وقتی که خونه دکتر مصدق توسط کودتاچی ها اشغال میشه، کودتاچیان میان اینجا، زاهدی هم اومده بوده اینجا و یه جشن بزرگ میگیرن اون شب به خاطر اینکه دولت ملی رو ساقط کردن و بالاخره مصدق رو برکنار کردن.
فکر می‌کنم دیگه رسیدیم به میدان مشق. تا الان هم دیگه باید حمید رسیده باشه تو میدان مشق و منتظر ما باشه دیگه. بریم که فکر می‌کنم آخره کودتا رو هم اونجا داشته باشیم با هم دیگه. در خانه مصدق پس از اندکی شور، مقاومت بیفایده و باعث اتلاف نفوس تشخیص داده شد. اگرچه ملحفه تخت خواب مصدق به نشانی ترک مقاومت بر بام خانه به اهتزاز درآمد، اما گلوله باران قطع نشد. لاجرم نردبانی آوردند تا مصدق و یارانش خود را از دیوار باغ به پشت بام‌های اطراف برسانند و 3-4 خانه آن سوتر در خانه یکی از تجار آذربایجانی پناه بگیرند. دکتر محمد مصدق فردای کودتا خود را به فرمانداری نظامی تهران معرفی کرد. سلام. سلام. چطوری؟ ممنون. خسته نباشید. ممنون. خسته نباشید. خوبی شما؟ آره. کودتا گردی خوش گذشت. آره به شما چی خوش گذشت؟ بد نبود. من الان تقریبا یه 20 دقیقه 25 دقیقه است منتظر جناب عالی هستم. خب مگه 6:30 نبود؟ الان 6:30 دیگه. 6:30 هم کودتا چیا رسیدن اینجا؟ مگه شما کودتا چیا حرکت کردی؟ دیگه ساعتم با کودتا چیا هماهنگ کرده بودم دیگه. امارت شهرخانی هم که هست. آره دیگه خسته شدم نشستم روی پله ها. این همه پله هایی که فاطمی روش چاقو زدن و باباش تهران. عجب. آره. که شبون جعفری و حسین رمزون یخی میان و خواهرش کی بوده؟ سلطنت خانم. آره همینجا خودشو میندازه رو دکتر فاطمی که آسیب نبینه. آره همینجا. عجب قصهشو خونده بودن نمیدونستم اینجاست. میدون مشق دیگه، هر تیکشو که در نظر بگیری برای خودش حکایت داره. الان که داشتم میرفتم میدون مشق چیزی فکر میکردم، بکنم همون چیزی بوده که منم داشتم بهش فکر میکردم. دیدی؟ همون قضیه دوتا کودتا دیگه. آره همینجا دیگه. اینجا دوتا کودتا اتفاق میفته دیگه. کودتای 28 مرداد 32 و کودتای سوم اسفند 1299. من تو خب یه فرقی با هم دارن دیگه. کودتای 28 مرداد اینجا تموم میشه، یعنی دیگه آخر میان اینجا باشگاه افسران رو جشن میگیرن، ولی کودتای 1299 رضا شاه اول که وارد تهران میشه میاد ساختمون قزاخونه و از همین جام بوده که اون اعلامیه معروف حکم میکنن با امضای رضا و اینا رو صادر میکنن. و اما فردای 28 مرداد چقدر ناراحت کننده وقتی انسان مشاهده میکرد کلیه اراذل اوباش تهران تو خیابونا مناوب میدادن یا پایکوبی میکردن به سرکردگی شعبون بیمخ و طیب و امثال هم. واقعا باید اون روز از مشکی می پوشیدیم، ما اشتباه کردیم سفید پوشیدیم که چماق داره دنبالمون اومدن. آقا هر کی رو می دیدن تو خیابون، چون موقع لباس رنگی نبود که، لباس سفیدی تنش بود، می گفتن یا توده ایه یا مصدقی، گمالش بگرد می زدن. همینجور دسته دسته اینجا می آوردن. تازه اون بعد از چند ماه که ما رو گرفتن آوردن اینجا کم شده بود، واقعا اوقایی بود.